فضای باز سیاسی ایجاد کردیم و این عین دموکراسیه. بله، روزنامه ها رو آزادی دادین تا عکس خمینی رو چنان بزرگ چاپ کنن که در مدت سلطنتم عکس من رو چاپ نکرده بودن. این بود آشتی ملی؟ مردم از من متنفرن. متاسفم قربان، بنده تلاش خودم رو کردم. ظاهراً راهی جز استعفا باقی نمیمونه. تقدیم میکنم. اولش قدرت دارم، طرح دارم، نبض زندگی از شکم ننه‌شون دستشونه، اما بعدش مثل خر توی گل وا میمونن. وامونده، عاجز، استاد اعظم. اعلیحضرت، هرچه باشه من خدمتتون عرض خواهم کرد. قربان، جسارتاً با وضعی که پیش اومده باید دستور بدین حکومت نظامی رو لغو کنیم و الا عرصه تنگتر میشه. خمینی مدام داره به مردم پیغام میده که حکومت نظامی رو نقض کنن. شاهنشاه چه تصمیمی اتخاذ میکنن؟ مردم از چند نفر دل پری دارن. اویدا بازداشت بشه، نصیری رو از پاکستان احضار کنید، اونم بازداشت بشه. مردم باید بدونن عامل این نابسامانی این دو نفر بودن. طبق قانون اساسی پادشاه مسئول نیست، رئیس دولتی که مسئوله. توی مطبوعات منعکس کنید برای دلجویی مردم بوده. حزب رستاخیز رو منحل کنید. ولی هنوز هویدا وزیر دربار اعلی حضرت. از سایه عزله. به صدام حسین رئیس جمهور عراق بگید هرچه سریعتر خمینی رو از عراق اخراج کنه. من 13 سال نخست وزیر بودم، سپر بلای پهلوی بودم، مثل سگ جون کندم بلا نسبت شما. بعد شدم وزیر دربار، زندگیمو برای این حکومت گذاشتم. اینه مزدم؟ عزلم کنن؟ برای 4 تا پا برهنه؟ نه آقا، نه خیر، من معترض میشم. دوست عزیز، مملکت در یک شرایط بحرانیه. من خدمت کردم. به کی؟ به این ملت. به همونایی که میخوان دولت من پاکترین دولت در طول تاریخ 2500 ساله یه شاهنشاهی بوده. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود. ولی این نطق پیام ذلت بود، نه توجیه اظهار. تنها گزینه شاپور بختیاره. تحصیل کرده فرانسه است. تکرو مغرور. اعلی حضرت، دکتر شاپور بختیار. بنده با کمال افتخار این مسئولیت رو میپذیرم، اما مشروط به شرطی. چه شرطی؟ جسارت نشه، هدف جان‌نثار برقراری آرامشه. شاهنشاه اگه به بهانه استراحت 2 ماهه از کشور خارج بشن میشه مردم را آروم کرد. همونطور که میدونید آیت الله خمینی شورای انقلاب تشکیل داده. اوضاع خیلی خیلی وخیمه. بسیار خوب.